قسمت سوم برنامه ایرانیان فاینانشال تایمز رو مشاهده میکنین. این قسمت برنامه هست سود و سرمایه با دکتر خشایار شجاعتی. ایشون برنامه ریز مالی و پرزیدنت کمپانی پالس آف فاینانشال مارکت هستند در سنچری سیتی. شماره تلفن ایشون 310-407-5300 هستش. سلام آقای شجاعتی، مرسی از وقتتون. سلام از کدام خانم لطفی، حال شما؟ قربان شما، خیلی ممنون، رو ایر هستین. جناب شجاعتی، این هفته خبر اومد که رئیس بانک مرکزی جناب آقای برنکی میخواد 600 بیلیون دلار پول بریزه توی اقتصاد آمریکا، تو بازار آمریکا. در این مورد ما خیلی پروکان شنیدیم، یه سری میگن خیلی کار خوبیه، یه سری میگن درست نیست و زیاد شدن پول در امریکا باعث رقیق شدن دلار میشه. نظر شما در این مورد چی است؟ حالا در مورد این که کار خوبی هست و کار بدی است، بستگی است که کی کجا ایستاده و چه تاثیراتی روش خواهد گذاشت. ریختن این مقدار پول توی بازار، همونطور که دفعات قبل هم نشون داده، مثل پول که سال 2009 خرج کردن یا 2008 به بازار تزریق کردن، یکی از اثرات بلافاصله‌اش این خواهد بود که تاثیر مثبتی روی بازار سهام می‌گذاره. دلیلش هم این است که پول خیلی هنگفتی وارد بازار میشه و در شرایطی که اوضاع احوال اقتصادی شکلی نیست که کسی امیدوار باشه به فعالیت بیزنس یا فعالیت اقتصادی، طبیعتاً اکثر این پولها راه خودش رو باز میکنه به بازار سهام. و شاهدم بودیم که درست در وسط بدترین شرایط بازار سهام، موقعی که این پولها اومد از مارچ سال 2009 به بعد، بازار سهام شروع کرد افزایش پیدا کردن. این بار هم دقیقاً روزی که خبر منتشر شد، حتما توجه کردید که بازار سهام یکی از افزایش بسیار بسیار چشمگیر یک روز معینی داشت. روی همین اساس از زاویه مثبتش این است که اگر کسانی که در بازار سهام درگیر هستن یا بخوان درگیر بشن، نهایتاً این مسئله تاثیر مثبتی میذاره به باعث افزایش بازار سهام میشه. منتها از اون طرف طبیعی است که موقعی که در قبال عدم فعالیت‌های اقتصادی پول وارد سیستم میشه، طبیعتاً کمک میکنه به ایجاد تورم، اینفلیشن و همینطور بی‌ارزش شدن پول آمریکا. و از این زاویه خب زندگی برای مردم سخت‌تر میشه، قدرت خریدشون در آینده پایین‌تر خواهد اومد. تأثیرات دیگری هم در سطح جهانی داره که نمیدونم علاقمند هستید راجع به اونم صحبت کنیم. بله 100%. حالا که تأثیرات بزرگترش در سطح جهانی این خواهد بود که به خاطر اینکه توی آمریکا بهره‌ای که بانک‌ها پرداخت می‌کنن خیلی خیلی کمه، طبیعتاً این پول‌ها موقعی وارد بازار میشه یه مقدار زیادیش تو خود آمریکا ازش استفاده نمی‌کنن و به خاطر ارزون بودن پول، در واقع چون بهره خیلی پایین هست و پول خیلی راحت میشه قرض گرفت، میان این پول‌ها رو قرض می‌کنن و میرن تو جاها و کشورها و بازارهای دیگری که بهره بالا هست و امکان سود سرمایه وجود داره، اون طرف ها سرمایه گذاری میکنن و خود این باعث باید شد که پول کشورهای دیگه، پولی که دلارهای آمریکا میره به اون طرف، نسبت به دلار آمریکا شروع کنه به تضعیف شدن. و از همین نظر هست که از همین الان یه مخالفت جهانی رو در واقع با آمریکا توی همین زمینه دامن زده و باعث میشه که صادرات اون کشورها کاهش پیدا کنه و بحران اقتصادی براشون درست کنه. تمام متحدین آمریکا حتی از همین زاویه شروع کردن انتقاد کردن به آمریکا. چین این کار کرده، هندوستان کرده، از شبت به حضورتون برزیل، آلمان، تقریبا هیچ کشوری توی دنیا نیست که یه مخالفت جدی و این کار آمریکا نکرده باشه، به طوری که جلسه آتی گروه 20 یا G20 همین پنجشنبه جمعه آینده تو سئول پایتخت کره جنوبی برگزار میشه، احیانا یکی از جنجالی ترین و پرصد و صرا ترین جلسات G20 خواهد بود. حتی کار به جایی کشیده که دیگه از این جلسه به جلسه گروه 20 یا G20 اسم نمیبرن، به اسم جلسه 19 به اضافه 1 19 plus 1، که 19 تا کشور دیگه یه طرف باشن، آمریکا یه طرف دیگه باشه، اینطوری دارن ازش صحبت میکنن. و امروز رئیس جمهور برزیل که تازه تو انتخابات اخیر برنده شده به عنوان سر کار، رسما اعلام کرد که این سیاست آمریکا
منجر به جنگ جهانی خواهد شد. حالا این پول رو خود دولت آمریکا تو کدوم سکتور میخواد بذاره؟ تو کدوم سکتور اقتصادی خواهد بود؟ یعنی چطوری میخوان از این عمدتا در واقع خب در اختیار بانک‌ها و مؤسسات مالی میذارن. بله. به امید این که همین امیدی که دفعه قبل هم وجود در واقع که بانک‌ها با این پول‌هایی که بهشون میدن شروع کنن پول قرض دادن، وام دادن که مردم اگه میخوان خونه بخرن خونه بخرن، اگر میخوان سرمایه‌گذاری دیگری بکنن اون کارو بکنن. بله. منتها اگر قرار باشه دو دفعه روال گذشته تکرار بشه که هیچ دلیلی نداره تکرار نشه، بانک ها تو این شرایط پول به کسی قرض نمیدن، سعی میکنن پولا رو برای خودشون نگه دارن، بذارن یه جایی یه بهره روش بگیرن. و در واقع اون چیزی که این روزا تو اخبار سود بانک ازش حرف میزنن واقعا سودی نیست، اینها بهره پولی که گرفتن فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری نکردن که سود نصیب بانک ها بشه. به هر حال به این ترتیب بیشتر میشه گفت بخش مالی در واقع ازش بهره برداری خواهد کرد. بخش های دیگه طبیعتاً دلیل واضحی هم داره، تا زمانی که درصد بیکاری اینقدر بالا هست مهم نیست بهره چقدر میاد پایین، من نوعی یا شما یا دیگری که کار نداره به بیکار هست به صفر هم برسه پول نمیتونه خرج کنه، چون نمیتونه بعداً اقساط یا مرگجش یا هر چیز دیگری که پول خرج کرده پولشو بده. این از اثرات این داستان خواهد. بله، امیدوارم که دوباره همون کار اون دفعه نکنن، چون هیچ فایده ای واسه هیچ کسی در این مملکت نداشتیم. بله. امروز خبردار شدم، داشتم اخبار نگاه میکردم که نقره بالا رفته و صحبت از این بود که طلا هم به 1400 رسید. صحبت بود که داشتم تلویزیون نگاه میکردم، میگفتن که نقره به تدریج داره بالا میره، هرگز نقره پایین نیفتاده، ولی طلا یکو به صورت حالا از بابل صحبت نمیشه، ولی میگن که این یعنی بالا رفتنش خیلی سریع و خیلی تنده، در صورتی که میگن silver is the shinier یعنی براق‌تر از طلاست به قول اینا. آیا شما با این موافق هستین و نظرتون درباره سرمایه گذاری رو نقره چی هست؟ حالا به طور کلی کسانی که با برنامه های من آشنا باشن، من از 10 سال پیش در واقع این وضعیت رو می دیدیم و ارزیابی کردیم و سری صحبت کردیم و به همین دلیل از همون زمان از سال 2001 از مدام داشتم راجع به آینده خوب فلزات قیمتی از جمله طلا و نقره و سرمایه‌گذاری تو اونها صحبت می کردیم. در مورد نقره و طلا و اصولا سرمایه‌گذاری تو فلزات قیمتی، اگر کسانی بخوان در این کار درگیر بشن، من حتما پیشنهاد میکنم اول با یک کارشناس که در این زمینه تبحر و تخصص داشته باشه و نشون داده باشه که این آشنایی و تبحر و تخصص رو داره، حتما یه مشاوره انجام بدن و کار کنن که دیگوتار به آب نزنن و دردسر به قول معروف برای خودشون درست نکنن. در مورد این که نقره اخیراً بالا رفته، خب طلا هم به شدت بالا رفته توجه می‌فرمایید. بله. و فقط این نیست که نقره داشته بالا میرفته، اتفاقا امروز طلا حتما ملاحظه فرمودید که به هر اونس 1400 تقریبا 10 دلار رسید. بله. 1409 دلار خورده ای رسید. دلیلش هم این بود که غیر از حالا دلایل اقتصادی مختلفی که داشته، یک رکن دیگری از اون ارزیابی های من تو برنامه ها من باز متوقع شد، اونم این بود که من همیشه میگفتم تو وضعیتی که پیش اومده کار به جایی خواهد رسید دلار آمریکا که الان بعد از جنگ دوم جهانی به این طرف نقش سپرده یا ذخیره ارزی جهانی ریزرو کرنسی رو بازی میکرده، این موقعیت دست خواهد. امروز رئیس بانک جهانی یا آمریکایی هم هست رسما اعلام کرد بهتر است که دلار جای خودش رو به طلا بده. در واقع موقعی که از دهن رئیس بانک جهانی همچین جمله‌ای بیرون میاد، میشه گفت که به طور رسمی و قطعی یکی از میخ‌های خیلی بزرگ و محکم به تابوت دلار آمریکا کوبیده شده. یعنی حالا چقدر طول بکشه تا از صحنه خارج شه نمیدونم، ولی به هر حال ما در شروع راهی هستیم که آخرش حذف دلار آمریکا به منزله ذخیره ارزی جهانی هست. نقره هم طبیعتاً پا به پای طلا، حالا نه اینکه همزمان و با یک شکل و یک درصد، نه بی‌تردید رشد بسیار بسیار خوبی تو سال‌های آینده خواهد داشت. متأسفانه میخوان در نقره سرمایه گذاری کنن، یادشون باشه نقره همونطور که در افزایش و بالا رفتن
شتاب برمیداره، زمانی هم که به سرازیری میفته باز هم شتاب برمیداره. یعنی اگر مثلا فرض کنیم که طلا بر فرض یه دفعه 3% 4% بیاد پایین، موقعی که به طرف پایین میره نقره ممکن است در فاصله 2-3 روز 50% 60% 30% 40% کاهش پیدا کنه. بنابراین طبیعی است که باید آشنایی کافی و لازمی با این زمینه وجود داشته باشه، با برنامه‌ریزی معینی جلو بره و که این کارو میکنه آماده تحولات سر راه باشه تا به بهترین وجه مسئله برخوردار بشه و استفاده کنه. مرسی، خیلی ممنون. متاسفانه وقت ما تموم شد. دفعه آینده ما این سوال رو زیاد داشتیم، دلم میخواد روش فوکس بکنیم. کسانی که پولاشون رو به ایران بردن و در ایران سرمایه گذاری کردن یا اصلا اونجا زندگی میکنن به دلیل بهرهی که بانکای اونجا میدن بالاست، اونجا سرمایه گذاری کردن و با اقتصاد خرابی که الان داره اونجا هم به وجود میاد پولاشون رو میخوان بیارن، همه میخواستن بدونن که شما چه سرمایه گذاری رو پیشنهاد میکنین و اینو میذاریم برای دفعه آینده. اگه اجازه بدین سوال هفته آینده خواهد بود. بسیار بسیار عالی، از شما متشکرم و شب و روز و روزگاران شما تا هفته بعد باشه. مرسی، شب و روز شما هم بخیر باشه. خیلی ممنون از وقتتون. بینندگان عزیز، به انتهای برنامه رسیدیم. متاسفانه وقت کمه، سوال زیاده و خیلی ها از مدلشون میخواد که ما وقتمون رو بیشتر کنیم. انشالله اگر بتونیم با همکاری تلویزیون این امر رو مهیا میکنیم. یک بار دیگه آدرس سایتمون رو میگم، www.iranianft.com. روی فیسبوک ما هستیم، Iranian Financial Times، اگر میخواین به ما بپیوندین. در یوتیوب هستیم که میتونین هر برنامه رو تو یوتیوب هم ببینین. برنامه ها رو رو هر ستا سایت کامپیوتری خواهیم داشت. اگر سوالی هست از طریق ایمیل میتونین از ما بکنین و در سایت که برین رو هر قسمتی کلیک کنین، چه هلت باشه چه اینوستمنت باشه یا هر سوالی دیگه ای هستش، قسمت های خودشو داره که میتونین به اون قسمت برین و جواب سوال خودتون رو بگیرین. از مدیریت محترم تلویزیون تایم تشکر میکنم برای وقتشون، از عزیزان اتاق فرمان که با ما همکاری میکنن بسیار متشکرم. شما رو تا هفته آینده به خدای بزرگ میسپارم. روز و روزگارتان خوش. اطلاعات عمیق، تحلیل های وزین در بازارهای سهام، وام و مستقلات، ارز، مالیات و حسابداری، بیمه و بازنشستگی، پسنداز و سرمایه گذاری، بازارهای جهانی، پزشکی و روانپزشکی، همراه با گزارش‌های ویژه و مصاحبه‌های اختصاصی و اخبار فرهنگی اجتماعی، همگی زیر یک چتر. Iranian Financial Times، www.iranianft.com. اطلاعات عمیق، تحلیل‌های وزین در بازارهای سهام، وام و مستقلات، ارز، مالیات و حسابداری، بیمه و بازنشستگی، پسنداز و سرمایه‌گذاری، بازارهای جهانی، پزشکی و روانپزشکی، همراه با گزارش‌های ویژه و مصاحبه‌های اختصاصی و اخبار فرهنگی اجتماعی، همگی زیر یک چتر. Iranian Financial Times، www.iranianft.com.